سهیلا پرسیده که میفهمند که چگونه کتاب های شما در ایران چاپ میشه؟ من آخرین کتابی که از من چاپ شده، من سال 2001 از ایران خارج شدم و کتاب های من 11 تا در ایران منتشر شد تا سال 2001. از سال 2001 من نور قلم بودم تا سال 2013. 2013 سالیه که یک سال بعد از ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، ناگهان ناشر با من تماس میگیره. من هر سال کتاب میفرستادم به ایران که کتابام اونجا منتشر بشه، به خاطر اینکه نقش من شاعر شاعرام، یعنی اونایی که کار حرفه‌ای کردن میدونن که اغلب شاعرها، نویسنده‌ها، منتقد از کارام پیشنهاد میگیرن. منو به عنوان یه آدم آوانگارد میشناسن. همین کاری که تو سیاستم همین کارو میکنم. تمام راههایی که میگم یکی دو سال آینده همه مد میشه، شکی درش ندارم. ولی الان همه مقاومت میکنن، چون آن چیزی که من میبینم مربوط به فرداست. و سال از روز ممنوع القلم بودم، حتی تو ایران گفتم دهه 70 اینا بچه‌هایی هستن که ما پرورش دادیم، اسمم به طور کامل حذف میشه. تا سال 2013، یعنی از سال 2001 تا 2013 من ممنوع القلمم، من ممنوع اسمم. حتی ناگهان ناشر میگه کتابات میتونه چاپ بشه، گفتم this is my big bitch because I'm writing for Iranian people. بعد کتاب منو اونجا چیز میکنن، یک کتاب عاشقانه از من در میاره به اسم مادر. این مادر اینا فکر میکردن دیگه سالها گذشته، دیگه علی عبدالرجایی رو کنی در اینجا مثلا کتابم در میاد. در طی 3 ماه این کتاب 3 تا چاپ میخوره. بعدم یک جریانی از روشنفکرها، یعنی مثلا 50 تا شاعر و نویسنده مستقل تاپ رای میدن کتاب سال هر سال انتخاب بکنن. اون سال کتاب مادر کتاب سال روشنفکرها میشه. وقتی این اتفاق میفته، بلافاصله اون ناشر کتاب دوم منم تمام شما دل میاره به اسم عاشق ماشر. از اون برای ناشر دیگه مد میشه. ناگهان کتاب در طی 3-4 ماه 4 تا کتاب من در میاره. سال ماه پنجم هر 4 تا این کتاب بند کنن. تو اون 4 ماه سال 93 من در این کتاب ها، این انتشار کتاب های من در ایران، this is my big wish. من کار میکنم ایرانی ها الان همه شما کتاب های من دارم شما رو نوشتنه. الان کتاب های من همه میتونی ایرانی ها میتونن مفت بخونن، ولی انگلیسی ها مفت نمیخونن، آلمانی ها مفت نمیخونن، اتریشی ها مفت نمیخونن. من به آلمانی ها کتاب دارم، به انگلیسی ها کتاب دارم، شما بدونید بخرید. ولی ایرانی ها کتاب های من رو فارسی رو مفت میتونن، همه رو میتونن، چون واسه ایرانی ها دارم انگلیسی هم. واسه همین ایران هم حسن من مثلا معتقد نیستم که من رئیس اگزای رایتر اینک بودم. رئیس اگزای رایتر اینک یعنی این که شما میگید اگزای رایتر اینک توی بریتانیا است دیگه. 80 کشور نویسندگان در تبعیدش اینجا عضون. من 10 سال دبیرشون بودم، 2 سال رئیسشون بودم. هیچ کدوم از نویسنده های من نبودن، جانشون در خطر بوده، ادبیاتشون در کشورشون منتشر میشده. این فضای توده ای هاست که مد کردن کسی که در تبعیده. برای فقط درباره منه، تمام تبعیدی ها، نویسنده های تبعیدی ما الان دارن تو خارج هست، مثل براهنی، مثل رویایی، مثل همین اسماعیل خویی، مثل همه اینایی که هستن که کل و گندن، مثلا همشون کارشون در ایران منتشر میشه. اما وقتی کار من منتشر میشه، یک نفر اعتراض میکنه. اون زمان مرداد عارفانی. مرداد عارفانی همون کسیه که بعدها مشخص میشه که او مزدور جمهوری اسلامی بوده و به کمپ مجاهد خلق حمله کرده بود با این اسدالله اسدی و دستش رو میشه، به خاطر اینکه تاثیر منو دیده بودن. کتاب مادر وقتی منتشر میشه در ایران، در واقع کتاب سال انتخاب میشه. پشتبند دوباره اتمسفر داشت عوض میکرد. در واقع اطلاعات سپاه اشتباه کرده بود که من از ممنوع القلم خارج کرده بود. دقیقا سال 93 دوباره ممنوع القلم شدم. یعنی من در کل این 20 سال گذشته 4 ماه در ایران ممنوع القلم بودم. ولی کسافت یه جوری صحبت میکنن درباره من، انگاری من الان با ایشون مصاحبه کردم. همین الان اگه ایشون بیاد من باهاش مصاحبه میکنم. هر روزنامه ایرانی بیاد من باهاش مصاحبه میکنم. مثلا اینکه مصاحبه من مال سال 92 رو برمی‌دارن، میگن الان مصاحبه کرده، این کار کجا به اسانارشیز میکنه. برید سرچ بکنید علی عبدالرضایی اسانارشیز، یه مطلب نوشته اونجا میگه علی اگه علی عبدالرضایی سیاسیه چرا الان ایستا باش مصاحبه میکنه. و دروغ میگه، چون مخاطب نمیتونه بیاد. شما اگه اون لینک رو کلیک بکنن تاریخ مصاحبه رو نگاه کنن، میره سال 92. سال 92 همون سالیه که کتاب من منتشر شده بود. یعنی شما قبل از 92 با مصاحبه، یعنی از سال 80 تا 92 مصاحبه با ایجاد نیست. 92 93 یعنی در اواخر اسفند 92 و تا بهار 93 مصاحبه از من هست. دوباره من کات میشم.
اتفاقا ببخشید، اتفاقا یکی از سوالای دیگه هم در همین مورد بوده، اتفاقا یکی از سوالای دیگه هم در همین مورد بوده که چطور شما تونستین با ایسنا به عنوان یک برانداز به حساب مصاحبه داشته باشید. یکی از سوالا همین بود که پاسخ هم دادید. حالا اینم بگم من در ایران باشه. خب الان عرض کنم که فرمودن که آقای عبدالرضایی کدام یک از افراد معروف در اپوزیسیون با ادبیات سخیف و رکیک صحبت میکنند؟ من معتقدم از عمد در پیام هایتان با لحن رکیک صحبت میکنید تا این ایده رو به مردم بدی که اپوزیسیون سخیف است. ببخشید من این خیلی خوبه، همه این سوالا منفی باشه، همه این سوالا منفی باشه تا باز بشه مثل همین چیزا، چون مردم نمیدونن که میگه با ایشون همین الان بیاد من باش مصاحبه، جرأت داره با مصاحبه کنه، بی بی سی تو لندن با مصاحبه نمیکنه، من تو تی وی تمام این تلویزیون بیاد من ببین، من سال تمام این 20 سال تبعیدم یک بار با صدای آمریکا مصاحبه کردم. نمیدونی کی مصاحبه کردم؟ وقتی که جزء 33 شاعر جهان شدم که آثارش در بریتیش لایبرری یعنی فارسی و انگلیسیش آرشیف شدن، این جزء 33 شاعر جهان که شما اگر سرچ بکنید تو اون پروگرام ترجمه شعرهای من به انگلیسی با خوانش با اجراش پرفورمنسش اونجا وجود داره، اونجا وجود داره. و اینم تلفن از پلیس میده و نمیدونم دوباره زیتون زنگ میزنه، باید خاموشش کنم یه لحظه بیراشت. آرمین جان اگه صحبت داری بفهمید شما. آره میتونی میکروفونشون رو قطع کنی؟ باش. ببخشید دوستان تو لایف چت که میگم ما هیچ سوالی رو انتخاب نمی کنیم، هر کس سوالی بنویسه و جمهوری بی خدایان رو تگ کنه و از شکلک استفاده بکنه طبیعتا یادداشت میشه و پرسیده میشه بدون سانسور. شکلک حالا شکلک هم خیلی نمیخواد استفاده کنیم، همون تگ بکنیم جمهوری بی خدایان کافیه. البته خب اگه یه علامت قرمز بذارین هم بد نیست، ولی تگ کردن جمهوری بی خدا این کافیه. من کسایی که سوال دارن دیگه به من گیر ندین که چرا سوالاتون داره پرسیده نمیشه. من برای شما دارم می جنگم که تعداد سوالایی که پرسیده میشه بیشتر میشه دیگه. مقصر بابکه. نه مقصر مقصر نه. ولی خب ببین ما اگه چیز بودیم ما خوب شانس بودن، یعنی ما اگه خیلی کارمون مثلا ما اگه میکروفون ایشون رو میوت نمی کردیم خیلی تلفن خصوصی ایشون الان لایف پخش میشد. ایشون باید حواسشون باشه که وقتی که الان دارن یه تلفن خیلی خصوصی دارن در باید چیزای خیلی حساس صحبت میکنن ولی لایف میوت نکردن تلفن. شما حواستون باشه اگه از امنی اگه تو برنامه چیزی بین حواستون باشه دارید میرید میوت کنید خودتون رو قبل از اینکه یه همچی کار رو کنید. فکرش بکنید ما اگه مثلا با اینشون می‌خواستیم دشمنی بکنیم الان همه بحث الان علمیت نمی‌کردیم، همه بحثاشون پخش می‌کردیم. خیلی و من بهشون بگم شما من آن میوت تو که من شما رفتین میوت کردم میکروفونتون رو، شما مراقب باشین اگه یه چیز خصوصی یه چیز خیلی حساس هست حتما میکروفونتون رو میوت بکنین قبل از اینکه برید، ولی من برای شما میوت کردم این دفعه. مرسی شما لطف کردید. ببخشید منم تو هیجان چیز میکنم، اینا جزء چیز منه، یعنی حملای منو اصلا شما جا نذارید، شما کار خودتون انجام بدید. نه من دیشب یه تعدیدی شدم، اولین بار آدرس خونه تازه من تو اون تعدید اومد به اینجا باید اونا میگفتم اونا فاده میکنن الان میخواستم بیان اینجا گفتم یه 90 دقیقه دیگه بیان. آره من دوباره یه سوالی بود دیدی آره سوال در مورد نحوه به حساب سوال در مورد ادبیات شما بود، ادبیات ببینید دوستان ببینید حقیقتش رو بخواید شما ببینید الان ما تحت به طرز فجیع تحت سانسوریم، یعنی شما این همه تلویزیون برونمرزی دارید، این همه حرف درباره براندازی دارید میشنوید و این درباره من فقط چرپرچ شنیدید. الان هر کسی آزادی بیاد تو گروه من فوش و خانواده به من بده ولی پاسخهایی منو بشنوه. ما 3 ساله که داریم سانسور میشیم،
سه ساله که هیچ خبری از ایده‌های واقعی براندازی نیست. اصلاح طلبا دارن ما رو شاشون میکنن، کسان دیگه ای که عروسک های ما هستند و جای ما غالب میکنن. به بعضی از این دوستان فقط خبرنگارن، یارو مثل صدای آمریکا ساخته شده. نه آمریکایی‌ها نساختن، اصلاح طلبا ساختن. همین بی بی سی تمام تلویزیون شما نمیشناسید. من شکنجهگرای من الان چی بگم؟ در همین بی بی سی الان من انتظار اشغال دبیر صدایشون معاون مهاجرانیه. این آدم کارش در دهه 70 سانسور ما بوده، الان در انترنشنال سل دبیر اونجاست. خب مشخص اینجا اومده که همسال من سانسور بکنن. بعد شما میگید چند تا آدم سعودی در لندن دارید، در خارج از کشور مگه دارید؟ اصلا کیه که من بخشی من اینو مجبورم بگم؟ شما یه سرچ بکنید ببینید در این همه شاعر نویسنده ایرانی دارید در خارج از کشور، ببینید کی کتاباش ترجمه شده، ببینید کی مثلا در فستیوال جهانی حضور داشته، کی رئیس اگزار رایتد اینک بوده، کی جزو 33 شاعر جهانه. بعد شما سوال ندارید که چرا این آدمی که میگه رهبر براندازان هم هست اصلا خالیبن، اصلا شیطان. چرا این همه تلویزیون که دارن کار میکنن سه ساله هیچ برنامه ای با موتو علی عبدالرضایی ندارن؟ چرا انترنشنال که میگه درباره براندازی آفغان داره صحبت میکنه، چرا اونا میدونن که اینترنت رو چرا قطع کردن؟ تمام اپوزیسیون تلویزیون دارن، ما تلویزیون ماهواره‌ای دارن. تنها جریانی که تلویزیون نداشت با اینترنت با تلگرام داشت بچه‌ها رو لید می‌کرد تو خیابونا. ما دیدیم اصلا اینترنت به خاطر ما هست میشه، بچه‌های ما کشته شدن، جهت عوض شده. نه اینکه ما آپانگار داریم، شروعش شروع جریان با کشته شدن ادمینای ما بوده، بچه‌ها شعار تغییر داده بودن. خب ما باید یک چیزهایی داشته باشیم که بولد بشیم. ببینید در سمیوتیک، در سمیولوژی یه سری نشانه‌ها نشانه‌های شمایلی هستند، یه سری نشانه‌ها نشانه‌های نمادینه. نشانه شمایلی و نشانه یه که شما مثلا میگین داره از خیابون می‌گذره، میگین جاده داره که تعمیر است، تابلویی که هست شکل تعمیر می‌دارید، این نشانه شمایلیه. یه سری نشانه‌ها نشانه‌های دلیلیه، نشانه‌های نمادینه. یعنی اینکه شما مثلا یک جایی که دود بلنده، یعنی آتش اونجا هست. ما اون اوائل با فوش کل میکردیم، ما تقدس بر ما داره حکومت میکنه، این تقدس باید به زیر کشیده میشد. ببینید شما یک برنامه ای داره تو این برنامه، اگه تو همین یوتیوب سرچ بکنید سال 2016 یه برنامه پرگار تلویزیون داره که زن منصور حکمت، بیژن حکمت و این آقای شهریار کاهی آهی عبد میکنن، اینا رو درباره براندازی میگن. ببینید چقدر کثیف درباره براندازی حرف میزنن. بعد این ماجرا حدود سال فکر کنم 6 ماه قبل از دی ماه 96 بوده، یه خبری میاد که دو نفر رو به اسم برانداز اعدام کردن. من یه مقاله میبینم به اسم کی برانداز نیست و توی بالاترین این مقاله داغ میشه، کوتاه هم بوده، تو وبسایت ما تو کالجیشن میخوره، بعد همه جا منتشر میشه کی برانداز نیست. یعنی این که من داشتم میگفتم این دو نفری که اعدام کرده لامصبا ایران همه براندازن، هیچ کی نمیخواد جمهوری اسلامی باشه. این برانداز رو من اونجا صحبت کردم، براندازی آرمیه که میمیسیم زمین الان میگه محاربه. کی در ایران محارب نیست؟ محاربه تو محاربه یعنی به اعدام میدن. اون براندازی باعث شد که دیگه الان به اسم براندازی آدم رو اعدام نمیکنن. قبل از اون بحث من به اسم براندازی آدم رو اعدام میکردن مثل محارب. الان تا تو با بنزین جای آتش بزنی محارب ساخته میشی، یا حکم عوض بهت میدن، یا الان یک حزب میخوام بزنم به اسم محاربان تا اونو بکشم. یعنی چی؟ ما با همه در جمهوری اسلامی میجنگیم، ما براندازیم، ما محاربیم، محاربی چه قدوم نداره و به این دلیل آدم ها رو میکشن، آدم ها رو حبس ابد میدن بهشون. و با کلمه این سیستم جمهوری اسلامی، من این توضیح خیلی مهمه. ببینید در جمهوری اسلامی چه بعضی از بچه‌های من این سیستم رو میشناسن. خمینی میاد مدارس خصوصی رو تعطیل میکنه، مدارس خصوصی تعطیل میشه، دانشگاه خصوصی تعطیل میشه، همه جا میشه مجانی. 6 ماه بعدش دانشگاه آزاد میشه، یعنی دانشگاه خصوصی پولی میشه دانشگاه آزاد. کلمه رو نگاه کن، مدرسه خصوصی میشه مدرسه غیر انتفاعی. یعنی با زبان جمهوری اسلامی گردن میزنه. زبان، این زبان، زبان مقدسه، زبان عربیه. یک انقلابی که من آغاز کردم، من ادبیات سیاسی رو تغییر دادم. یعنی من جاکش رو کردم جایش، جایش در وزن دایش. من سید رو کردم مادر سید. اینا نجات پرستانه نیست. شما جمهوری حکومت سادات رو در ایران دارید. در واقع هر کسی که باید اتفاق اونا نجات بدن، تو حکومت سید باش که رهبر ایران باشی.
تو حتما باید سید باشی تا محمد خاتمی باشی تا میرحسین موسوی باشی تا سید علی خامنه ای باشی تا خمینی باشی. همه اینا سیداتن. ایرانی بودن اینجا مثلا نیست. در واقع اونها دارن نجات پرست پرستی رو دارن مطرح میکنن. وقتی من از ایران حرف میزنم به ما میگن نجات پرست. فونکسیون یا که یکی از شما در از بخلاف تافلر که میگه تولید گفتمان جدید نمایه قدرته، در قدرت کلاسیک عضو خانواده خاص بودن نمایه قدرت. مثلا عربستان سعودی تو بجای شاه باشی حتما باید خانواده سعودی باشی. تو در ایران برای اینکه رهبر باشی حتما باید از خانواده سعادت باشی، داشته باشید. تمامش کنم. ما باید جوری این مقدس رو میکشیدیم پایین. سال 96 جرأت نداشت که برداشتن، هیچ کی جرأت نداشت بگه مرگر خامنه ای. ولی الان میگن خامنه ای چیزکشه. در آپانگان من کاری کرده بودم، تمام مردم در همه شهرها میگفتن تو تانک کشکشه، خامنه ای چیزکشه. این معناش این نیست که ما رکیدیم. اون تقدس باید کشته بشه. با حرف از سوسودی که مثلا اینجا بشیم بگیم آره در مدامه مجلسی اونجا اشتباه کرده، در اون کتاب رو نگاه کنید اینجا این غلط هست، اینا چرت و پرته. من برای اسلام حمله بکنیم مثلا اسلام شناسی رو دین نمیدونم. چون نیازی نیست اسلام مشخصه دیگه، مشخصه که اسلام داره ما رو از درون دفرمه میکنه. در واقع من اسلام فن ایرانی ستیزی میدونم، اثبات کردم اینو. تمام اسلام فن اسلام ستیزیه. اساسا وقتی میگن سلمان فارسی یک سردار رومیه، اون آهنگری که میگه در مکه پاتوق محمد بوده میاد تو اونجا ادیان ازش یاد میگرفته، همین سلمان فارسی بوده. سلمان فارسی در مکه هم باهاش اسمون آهنگره، همین آهنگری که در مدینه میشه سلمان فارسی. اینا رو من دیدی از زبانی کش کردم. یا مثلا وقتی بسم الله الرحمن الرحیم، این جمله میترالیستیه، مسلمانی نیست. شما این فعل سیاسی چون میبینی که رحم میره به فعلان فعیل میشه رحمان الرحیم، این رحم رو معکوس کنید میشه مهر، مهران و مهید. در واقع مهره که اصلا قبل از اسلام ما این فعل سراسی مجدد رحم رو در عربی نداشتیم. رحم بعد از اسلام که سلمان میاد رحم رو در واقع مهر رو قلب میکنیم شده رحم. رحم میبره به فعلان رو رحمان و رحیم. اگه میشه جنبندی داشته باشیم. آره کار من اینه که روی زبان، وقتی زبان ما تحت سانسوره، من دود نمایش داره بیارم. خیلی اینجوری من شناختن گفتن این آدم چیه که اینجوری فرش میده؟ یعنی من ادبیات از فرش ساختم. برام در نظر بگیرید، من اصلا قبول ندارم وقتی می جنگی وقتی دعوا میکنی یه بیرون سوه. شما از این فیلم های هالیوودی رو میبینی فول آف فکافه فاکشوه. ایرانی ها مشکل ندارن با این، این فیلم های هالیوودی رو میبینن. اگر من بگم توی سخنه بگم گایدمه دیگه واو این روشن بگیر رو به گوه کشید، سیاست به گوه خوردن. اونا درک سیاسی هستند، گردن ما رو میزنن، ما رو میکشن، این بد نیست. به ما تجاوز میکنن، این بد نیست. ولی اگه من بهش بگم زن خامنه ای رو، این خیلی وحشتناکه واسه همه. خب این جنگه. یکی از شعرین فوش زبان شما میگه خشونت طلامی زیر مجموعی از خشونت رفتاریه. ممنونم. جنگ شده، جنگ خشونته، ما داریم میجنگیم.